بسم الله الرحمن الرحیم. دکارت میگه برای گسترش اندیشه خود باید بیشتر از آن چه یاد میگیریم فکر کنیم. خب امروز انشالله درس چهارم از فصل پنجم حسابان یک رو با هم شروع میکنیم. درس چهارم هست محاسبه حد توابع کسری حالت صفر صفرم. چون حد توابع کسری رو توی درس قبل حساب کرده بودیم، ولی حالتی که صورت و مخرج دو تا صفر بشن رو ما تا حالا حساب نکردیم. توی این درس میخوایم انشالله به این موضوع بپردازیم. در این بخش به محاسبه حد توابعی مانند F به روی G میپردازیم که حد صورت و حد مخرج کسر در نقطه A هر دو برابر صفر باشن. پس یاد بگیرید وقتی میگن حالت صفر صفرم، یعنی هم حد صورت و هم حد مخرج در نقطه ها هر دو چی میشن؟ صفر میشن. پس این حالت صفر صفرمه. در این گونه موارد نمیتوانیم از قضیه حد خارج قسمت استفاده کنیم. چرا؟ چون ما توی قضیه حد خارج قسمت گفته بودیم که باید مخرج غیر صفر باشه. بنابراین سعی میکنیم با تجزیه صورت و مخرج کسر به عامل‌های مناسب کسر را ساده کنیم. برای این امر از اتحادهای جبری و مثلثاتی استفاده می‌کنیم. دقت کنید عزیزان. پس روشی که کتاب به شما میگه چیه؟ با تجزیه صورت و مخرج به عامل‌های مناسب کسر را ساده می‌کنیم. و براش از چی استفاده میکنیم؟ اتحادهای جبری و مثلثاتی. یه یک گذاشته نگاه کنید پایین صفحه، میگه در این کتاب حد کسرهای مورد بررسی قرار میگیرند که صورت و مخرج آنها چند جمله های حد اکثر از درجه دو و عبارات رادیکالی به صورت رادیکال AX به علاوه B باشند. همچنین در عبارات شامل توابع مثلثاتی، توابع سینوس و کوسینوس حد اکثر دو و کمان توانشون حد اکثر دو و کمان آنها به صورت x به اضافه b یا 2x به اضافه b خواهند بود. حالا ممکنه توی کتاب حسابان دوازدهم اینو یه خورده بیان گسترش بدم. من هنوز حسابان دوازدهم رو ندیدم. پس حواستون باشه ما فعلا فقط در حد توابع درجه دو برای صورت و مخرج، توابع رادیکالی به این صورت و سینوس و کوسینوس های با حد اکثر توان دو و کمان های x به علاوه b یا 2x به علاوه b رو خواهیم داشت. خب مثال، مقدار حد x2 منهای 9 به روی x منهای 3 وقتی x به سمت 3. خب جای این x بذارید 3، میشه 3 به توان 2 میشه 9، 9 منهای 9 میشه 0. x بذارید 3، 3 منهای 3 میشه چند؟ 0. صورت صفر میشه، مخرج هم میشه چی؟ صفر. پس برای این ما میایم چیکار میکنیم؟ بعد از این راهبردی که اینجا خوندیم استفاده کنیم. خب میگه با توجه به این که حد x منهای 3 مساوی صفر توی 3، خب مخرج صفر میشه توی x، وقتی x به سمت 3 میره مخرج صفر میشه. پس نمیتوانیم از قضیه حد خارج قسمت استفاده کنیم، در واقع از حد x منهای 9 در 3 و حد x منهای 3 در 3 عبارت صفر صفر را محاصل میشود. در این گونه موارد سعی میکنیم کسر را ساده و سپس حد را محاسبه کنیم. دقت کنید، ما میدونیم که وقتی به 3 نزدیک میشیم هم صورت صفر میشه هم مخرج، ولی ما میدونیم این رو، ما توی درس عقب خوندیم، ما کاری با 3 نداریم. ما میخوایم ببینیم در نزدیکی 3 رفتار این تابع چطوریه. اگر x به 3 نزدیک بشه مقادیر y به چند نزدیک میشن؟ پس چی؟ ما میتونیم بیایم اینجا ساده سازی انجام بدیم. پس سعی میکنیم که کسر را ساده کرد و سپس حد را محاسبه نماییم. پس دقت کنیم، ما کاری نداریم که توی 3 صفر صفر میشه. اگر تونستیم صورت و مخرج رو ساده کنیم، خب این توی 3 تعریف نشده، وقتی x به سمت 3 مخرج صفر میشه. خب ولی ما میدونیم توی نقاط نزدیک به 3 ممکنه صفر نشه. حواستون باشه ممکنه توی نقاط نزدیک به 3 این صفر نشه، یعنی
صورت و مخرج رو بشه با هم ساده کرد که یه چیز غیر صفر ازش بیرون بیاد. پس حواستون به این موضوع باشه، مسلما توی نقاط نزدیک به یه نقطه بزرگتر از 3 اگر بدید، این منهای 3 کنید، یه عدد خیلی نزدیک به 0 میشه، از 0 بزرگتر و کوچکتر از 3 منهای 3 بشه، یه عدد نزدیک به 0 از 0 کوچکتر. ولی میدونید x به سمت 3 نگاه کنید، اگر x به سمت 3 بره، این 3 رو ببرید اونور، x منهای 3 به سمت 0 میره. حواستون باشه x منهای 0 یه عدد خیلی نزدیک به 0 ولی 0 نیست. من اینا رو دارم میگم که مفهوم رو یاد بگیرید. کی به شما این حق رو میده که اینجا ساده سازی انجام بدید؟ این به شما این حق رو میده. مخرجتون 0 قطعی نیست. شما وقتی داشته باشید عدد به روی 0، این میشه چی؟ این میشه تعریف نشده. این 0 0 قطعیه، نزدیک 0 نیست، خود 0، این تعریف نشده است. ولی وقتی شما میگید x منهای 3 داره به 0 نزدیک میشه، هر چقدر هم به 0 نزدیک بشه دقیقاً 0 نیست. پس به همین خاطر اینجا شما صورت و مخرج برای چنین حدی، صورت و مخرج یه عددهایی خیلی نزدیک به صفرن، اینقدر به صفر نزدیکن که ما صفر در نظرشون میگیریم، در حالی که اینا صفر نیستن و اینجا میشه با هم ساده کرد اینا رو. پس حواستون باشه. چرا میتونید این x منهای 3 رو الان اینجا نگاه کنید، x دو منهای 9 که اتحاد مزدوجه، خب میشه x منهای 3 در x به علاوه 3 به روی x منهای 3. چرا این دوتا رو شما میتونید ساده کنید؟ چون اینها عددها، اینا صفر حدی هن در اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی توی حد صفر شدن، یعنی عددهایی هن خیلی نزدیک به صفر هن ولی صفر نیستن. حواستون باشه این صفر قطعی که ما توی اعداد داریم اینا نیستن. به همین خب شما حق ندارید، حواستون باشه عزیزان، حق ندارید صفرها رو با هم خط بزنید. اگر صفر، حالا من نمیخوام خیلی وارد قضیه بشم، شما مثلا اگر داشته باشید 2x مساوی 3x، خب اگر اینا تقسیم بر x کنید، اینا با هم خط میخورن، میشه 2 مساوی 3. خب غیر ممکنه. چرا این غیر ممکنه؟ چون شما توی اینجا مقدار x صفره، توی این معادله x صفر قطعیه، شما حق ندارید به صفر قطعی تقسیم کنید، ولی به صفر حدی میتونید تقسیم کنید. پس این نکته رو دقت کنید، چرا ما اینجا تونستیم این کار رو کنیم؟ چون x منهای 3 به صفر نزدیک میشه ولی خود صفر نیست، خیلی نزدیک صفره. پس این مفاهیمی که گفتم رو همیشه یادتون باشه، چون بعضی جاها توی تست ها این خیلی به کارتون میاد. بعضی وقتا شما دارید مثلا یه حدی دارید، حاصلش میشه صفر صفرم، ولی صفر صورت این صفر قطعی، صفر به اصطلاح صحیحه، ولی این صفر پایین صفر حدی، حاصلی میشه صفر. حواستون باشه اگر این صفر صفر به اصطلاح صحیح باشه و این صفر حدی باشه، شما این صفر به روی صفر حاصلش میشه صفر. اینا ساده نمیشن، حواستون باشه. اینی که ما داریم ساده میکنیم صورت یه حد صفر میشه، مخرجم یه حد صفر میشه. پس این نکته رو در نظر بگیرید، این مفاهیم رو. حالا بریم ادامه. حالا اینجا نگاه کنید، پس شما چون صورت یه عدد خیلی نزدیک به صفر و مخرجم یه عدد خیلی نزدیک به صفره، اگر تونستید ساده کنید، میتونید این x منهای 3 و x منهای 3 چیزی که باعث میشه مخرج صفر بشه رو شما اینا رو ساده میکنید، x به علاوه 3 میمونه. x به سمت چی میره؟ x به سمت 3. خب به جای x بذارید 3، 3 به اضافه 3 میشه چند؟ 6. پس وقتی که x به سمت 3 میل کنه، این تابع داره به چی نزدیک میشه؟ به 6. ببینید بازم داریم میگیم خیلی به 6 نزدیک میشه، هیچ وقت به خود 6 نمیرسه، خیلی به 6 نزدیک میشه. وقتی که مقادیر x بیان به 3 نزدیک بشن، مقادیر این خیلی به 6 نزدیک میشن. پس این نکته رو در نظر بگیرید که این مفهوم براتون جا بیفته. مقدار حد زیر را بیابید. ببینید اینجا x داره به سمت 2 میره، ما میاییم 2 میذاریم برای صورت و مخرج. صورت میشه 2 به توان 2 منهای 4 تا 2 تا به اضافه 4 تا، مخرج میشه 2 به توان 2 منهای 4. خب حاصل صورت چی میشه بچه ها؟ حاصل صورت 2 به توان 2 که میشه 4، منفی 4 دوتا میشه منفی 8، 4 به اضافه 4 میشه 8، 8 منهای 8 میشه 0.
توی مخرج دو به توان دو میشه 4، 4 منهای 4 میشه 0. حالت 0 0 به دست اومد. حالا که حالت 0 0 به دست اومد، شما میاد صورت مخرج رو تجزیه میکنید در صورت امکان. ممکنه بعضی جاها تجزیه نشن و حواستون باشه. اینجا تجزیه میشن. x به توان 2 منهای 4 x به علاوه 4. اتحاد جمله مشترکه. دقت کنید عزیزان. من بهتر از شما میدونم این اتحاد مربعه، ولی یاد بگیرید شما جمله مشترک رو اگه یاد بگیرید به راحتی مربع هم براتون جا میفته. ببینید دو تا x میذارید اینجا و اینجا، چون یه x به توان دو داره، دو تا عدد پیدا کنید ضربشون بشه مثبت 4 جمعشون منفی 4. خب چی و چی هن؟ منفی 2 و منفی 2. توی مخرج x2 منهای 4، خب اولی توان 2 داره، 4 هم که توان 2، اتحاد مزدوجه، میشه x منهای 2 در x به علاوه 2. وقتی x داره به سمت چی میره؟ x داره به سمت 2 میره. خب x منهای 2 با این x منهای 2 حد میخوره، حاصل میشه چی؟ میشه حد x منهای 2 به روی x به علاوه 2. دقت کنید عزیزان، اینجا الان به جای x بذاری 2، این میشه 2 منهای 2 به روی 2 به علاوه 2. 2 منهای 2 میشه 0، 2 به علاوه 2 میشه 4. 0 4 و مساوی چند میشه؟ مساوی 0 میشه. پس حاصل این 0 شد. حواستون باشه این با چیزی که من چند لحظه قبل گفتم متفاوت. صورت 0 حدیه، مخرج 4، پس حاصل میشه 0 حدی. یعنی شما وقتی مقادیرتون بیاد به 2 نزدیک بشه، مقادیر طول، مقادیر عرض از میان دو از دو طرف به 0 نزدیک میشن. خب بریم صفحه بعد، صفحه 142. مثال حالا برای رادیکالی ها داره. مقدار حد رادیکال x به علاوه 8 منهای 3 به روی x منهای 1 را وقتی x به سمت 1 بیابید. خب معلومه بیاید به جای x بذارید 1، میشه 1 به اضافه 8 میشه رادیکال 9، رادیکال 9 میشه 3، 3 منهای 3 میشه 0. تو صورت مخرج هم به جای x 1 بذارید، 1 منهای 1 میشه 0. پس حالت 0 0 رو میشه. خب حد صورت و مخرج کسر در x مساوی 1 برابر 0 میشه و در صورت کسر عبارت گنگ رادیکال x به علاوه 8 منهای 3 وجود دارد. در این گونه موارد صورت و مخرج کسر را خوب دقت کنید. در این گونه موارد صورت و مخرج کسر را در یک عبارت مناسب ضرب می کنیم تا این عبارت گنگ به عبارتی گویا تبدیل شود. ببینید عزیزان، وقتی عبارت رادیکالی باشه 3-4 حالت پیش میاد. خب وقتی به این صورته، یعنی مثلا شما دارید یه رادیکالی به اضافه مثلا یه آی یا منهای آی، اینو در مزدوجش ضرب میکنید. مزدوج این میشه چی؟ میشه همون رادیکال منهای آ. مزدوج به اضافه آ میشه همون رادیکال منهای آ. این برای مزدوج. یه حالت دیگه دارید خود رادیکاله، خود رادیکال صفر میشه. رادیکال رو برای اینکه این رادیکال رو حذف کنید، در خود همون رادیکال چیکار میکنید؟ ضرب میکنید که دیگه رادیکالش از بین بره. پس یه بارم ضرب در رادیکال، در خود همون رادیکال. پس این دو تا حالت عمده ای هن که اینجا فعلا کتاب مد نظرشه. در این مثال صورت و مخرج کسر را در رادیکال x به علاوه 8 به اضافه 3 ضرب میکنید. خب مزدوج اینه. مزدوج که شما میدونید چطوره دیگه. شما اگر داشته باشید a منهای b به عنوان نمونه، میخواید این رو، مگر رادیکال چطوری از بین میره؟ رادیکال وقتی به توان دو برسه از بین میره دیگه، درست یا نه؟ شما میخواید رادیکال از بین ببرید، آ منهای بی رو در آ به اضافه بی اگه از ضرب کنید حاصلش میشه آ دوی منهای بی دو. یعنی این آ به توان دو میرسه، این بی هم به توان دو میرسه، منها میشن. پس اینجا وقتی شما رادیکال x به علاوه 8 منهای 3 رو دارید، اگر بیایید در رادیکال، ببین کاری نداریم چیزی رو رادیکاله، اینو کلا یکی در یه رادیکال در نظر میگیریم. رادیکال 8 و x به علاوه 8 منهای 3، رادیکال x به علاوه 8 به اضافه 3. وقتی در هم ضرب کنید، خب رادیکال به توان 2 میرسه، 3 هم به توان 2 میرسه، دقیقا مثل همین میشه. پس میام این کار رو میکنیم، میگیم صورت و مخرج رو در این مزدوج این رادیکال ضرب میکنیم. خب وقتی که ضرب کردی نگاه کن، دقیقا همین رو نوشته پایین، میشه رادیکال x به علاوه 8 به توان 2
اولی به توان دو، منهای دومی سه به توان دو. مخرجم که همین خودشو می نویسیم. خب اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ رادیکال x به علاوه 8 به توان دو، این که رادیکال رو با توان دو میتونیم خط بزنیم و این میمونه چی؟ میمونه x به علاوه 8. این هم که 3 به توان دو میشه 9 منفی هم داره میشه منهای 9. خب x به اضافه 8 منهای 9، 8 منهای 9 میشه منفی 1. پس صورت میشه x منهای 1. مخرجم دارید x منهای 1 در این رادیکال. x منهای 1 با هم ساده میشن، میشه 1 به روی، به جای x هم میذاریم 1. 1 به روی 1 به اضافه رادیکال 8 به اضافه 3. خب این که میشه 3، 1 به اضافه 8 میشه 9، رادیکال 9 هم میشه 3، 3 و 3 میشه چند؟ 6. پس حاصل شد 1/6. الان دقیقاً یه کار در کلاس آورده، میگه مقدار حد زیر را بیابید. اول میگه مقدار دهی میکنیم، x رو میدیم 3. صورت میشه 3 به توان 2 منهای 9. مخرج چی میشه؟ مخرج میشه رادیکال 3 ضرب در 3 منهای 5، حاصل رادیکال منهای چند؟ منهای 2 میشه. خب صورت 3 به توان 2 که میشه 9، توی 9 منهای 9 میشه 0. این از صورت مخرج 3 تا 9 تا 9 منهای 5 هم میشه 4، رادیکال 4 میشه 2، 2 منهای 2 هم میشه 0. پس این 0 0 هم شد. حالا برای رفع ابهام همونطوری که گفتم باید در مزدوج مخرج ضرب کنیم. این چی میشه؟ میشه حد x2 منهای 9 بروی اینو، صورت و مخرج رو میایم در مزدوج این ضرب میکنم. خب این خودش هست رادیکال 3x منهای 5 منهای 2. اینو بخوایم ضرب در مزدوج کنیم، مزدوج این چی میشه؟ میشه رادیکال 3x منهای 5 چی؟ به اضافه 2. اینجا هم رادیکال 3x منهای 5 به اضافه 2. یعنی همینی که این رادیکال خودشو می نویسیم، علامت بین اگه منها بود اینجا جمع می نویسیم، اگه جمع بود اینجا منها می نویسیم. خب حالا چون منها این طرف جمع رو نوشتیم. خب حالا نگاه کنید، این که دیگه راحته. اول صورت میشه چی؟ میشه x2، بذارید اول حد رو بنویسم. x هم به سمت 3 داره میل میکنه، میشه حد x2 منهای 9 ضرب در این رادیکال 3x منهای 5 به اضافه 2 بروی. خب حالا مخرج میدونید این رادیکال به توان 2 میرسه، میشه 3x منهای 5، رادیکال از بین میره، منهای 2 هم به توان 2 میرسه میشه 4. خب پس این چی میشه الان؟ این الان میشه مخرج میشه 3x منهای 9. اینجا x داره به سمت چی میره؟ x به سمت 3. خب حالا دیگه اینجا کارمون یه ذره راحت شد. ما اینجا میتونیم اینجا از 3 فاکتور بگیریم، این رو هم چیکار کنیم؟ این رو هم بیایم تجزیه کنیم که ساده بشه. خب میشه حد، از صورت گفتم این اتحاد مزدوجه، میشه x منهای 3 در x به علاوه 3 ضرب داره رادیکال 3x منهای 5 به اضافه 2. توی مخرجم این میشه از یه 3 فاکتور بگیریم، میشه 3 ضرب در x منهای 3. x منهای 3 با x منهای 3 ساده میشه. پس اینم که x داره میره به سمت چند؟ به سمت 3. میام به جای این x 3 میذاریم، میشه 3 به اضافه 3 ضرب در رادیکال 3 در 3 منهای 5 به اضافه 2. خب این که میشه 4، 3 تا 9 تا 9 منهای 5 میشه 4، رادیکال 4 هم میشه 2، 2 و 2 میشه 4، و این هم که میشه 3 و 3 هم میشه
6 پس میشه 4 ضرب در 6 که 4 ضرب در 6 هم چقدر میشه؟ 4 ضرب در 6 در واقع میشه 6 ضرب در 4 که میشه 24. دیگه خیلی من کشش ندم این رو، این میشه 24. بچه قبل از اینکه ادامه بدم بذارید یه نکته خیلی به درد بخور بهتون بگم. بچه وقتی که 0 0 روم شد شما از کجا بفهمید چی رو باید حذف کنید؟ خیلی جالبه دیگه، اگر اینو بدونید خیلی کارتون راه میفته. شما اینطوری که میری جلو نمیدونید اصلا قراره به کجا برسید. ولی یه نکته میخوام بگم یاد بگیرید. وقتی 0 0 رومه چی داره 0 0 روم ایجاد میکنه؟ اینو نگاه کنید، x داره به سمت چی میره؟ x داره به سمت 3 میره. این داره 0 0 روم ایجاد میکنه. یعنی چی؟ مگه x اینجا به سمت 3 نمیره؟ میگی چرا؟ میگیم خب 3 رو ببر اونور. x منهای 3 به سمت چی میره؟ به سمت 0 میره. یعنی اون چیه که داره 0 حدی به ما میده؟ x منهای 3. یعنی چی رو باید از صورت و مخرج حذف کنید؟ x منهای 3. پس ببینید اینجا x منهای 3 رو اومدیم از صورت و مخرج حذف کردیم. البته اینجا من یه اشتباه هم کردم، حواستون بود این تقسیم بر 3 باید میشد حاصلش. میشه 24 سوم که مساوی 8 میشه. خب اینجا هم نگاه کنید، تو این بالایی اینجا نگاه کن، x داشت به سمت چی میرفت؟ به سمت 1. پس 1 رو بیاردیم هر x منهای 1 به سمت 0 میره. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عامل صفر کننده صورت و مخرج هست x منهای 1. نگاه کن آخر سر چی هست؟ چی ساده شده x منهای 1؟ بریم صفحه قبل رو نگاه کنیم، باز هم همین وضعیته. ببینید x داره به سمت 2 میل میکنه، پس x منهای 2 باید حذف بشه. ببینید اینجا هم همینطور، تو بالایی x به سمت 3، x منهای 3 حذف شده. پس حواستون به این نکته ای که گفتم باشه، این عددی که این x داره به سمتش میل میکنه ببریدش اونور، اون چیزی که به دست میاد عامل صفر کننده صورت و مخرج است. مثال بعدی، حد 1 منهای کوسینوس x به روی x. ببینید اینجا باید x رو از صورت و مخرج شما بتونید ساده کنید، x به سمت صفر، حالا یا خود x رو یا یه چیزی شبیه x رو باید بتونید از صورت و مخرج ساده کنید. خب حالا برای این چی کار کنیم؟ حد چیه؟ حد 1 منهای کوسینوس x به روی x. 1 منهای کوسینوس x توی صفر کوسینوس صفر میشه 1، 1 منهای 1 میشه صفر، مخرج هم که صفر میشه صفر صفر. خب نیازی نیست من اینو ادامه بدم. همینجا میگیم چی؟ میگیم آقا وقتی من میخوام اینو ساده کنم، الان من هیچ راه خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی وقتی یک منهای کوسینوس دارم، اگه من اینو در یک به اضافی، یعنی بازم در مزدوج ضرب میکنم، در یک به اضافی کوسینوس ضرب کنم، شاید بشه یه کاری کرد. خب میام این کار رو انجام میدم، در مزدوجش ضرب میکنم، مزدوج یک منهای کوسینوس میشه یک منهای کوسینوس میشه یک به اضافی کوسینوس. خب حالا صورت میشه چی؟ میشه اولی به توان 2، یک منهای دومی به توان 2 که میشه کوسینوس به توان 2، مخرجم که میشه x در یک به علاوه کوسینوس. خب حالا نگاه کن، شما میدونید از قبل که سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 میشه 1. اگر کوسینوس 2 رو ببرید اونور میگید سینوس 2 میشه 1 منهای کوسینوس 2. الان 1 منهای کوسینوس 2 پس میشه چی؟ میشه سینوس 2. میبینید؟ خب میشه سینوس 2 به روی x در 1 به علاوه کوسینوس x. حالا میاد این سینوس به توان 2 x رو جدا جدا میکنید، میگیدیم میشه آقا سینوس x در سینوس x دیگه، درسته یا نه؟ بعد میاد این رو میارید نگاه کنید مثل پایین، پایین چیکار کرده؟ پایین میاد میگه آقا ما اینجا اینو میگیم حد سینوس x به روی x در حد سینوس. خب پس شد، ببین سینوس 2 x رو میشه گفت سینوس x در سینوس x، مخرجم که x در 1 به علاوه کوسینوس، میدونیم میشه از اینا جدا جدا حد گرفت، پس این میشه حد سینوس x به x در حد سینوس x به روی 1 به علاوه کوسینوس x. ببینید من گفتم مشکل ما توی صفر، x صفر. خب یا باید بتونیم ساده کنیم، خب یا مثل این یه حالت خاص باشه که الان شما اینو
این حد رو شما قبلا به دست آوردید. حد سینوس x به x وقتی x به سمت صفر، گفتیم سینوس x خیلی به x نزدیک میشه، این تقریبا میشه x به روی x، با هم ساده میشن میشه 1. پس شما میدونید که حد این چند؟ حد این هست 1. از طرفی x به سمت صفر میل میکنه، به جای کوسینوس x بذارید کوسینوس صفر، خب این میشه 1 به اضافه 1 میشه 2، صورت میشه سینوس صفر. سینوس صفر میشه چی؟ میشه صفر. پس این میشه 1، این میشه صفر به روی 2 که میشه چند؟ صفر. میشه 1 ضرب در صفر مساوی صفر. پس ببینید عزیزان، توی چنین سوالاتی ما میایم از روابط مثلثاتی استفاده میکنیم و این مورد خاص همیشه یادتون باشه، خیلی مهمه. این حد سینوس x به x وقتی x به سمت صفر میشه 1. من قبلا هم روی این تاکید کردم، خیلی نکته مهمی است. اما مثال دوم این قسمت برای صفر صفرم های مثلثاتی، حد کوسینوس x منهای سینوس x به روی کوسینوس 2x وقتی x به سمت پی چارم. خب پی چارم بدید، خب میدونید پی چارم همون 45 درجه است دیگه. کوسینوس پی چارم و سینوس پی چارم دوتا میشن رادیکال دو دوم، این میشه رادیکال دو دوم، این هم میشه رادیکال دو دوم. کوسینوس دوتا پی چارم، اینجا دوتا پی چارم میشه چقدر؟ میشه پی دوم. کوسینوس 90 درجه هم میو پی دوم هم میشه چی؟ میشه صفر. صورت رادیکال دو دوم نه رادیکال دو دوم میشه صفر. مخرج هم که کوسینوس پی دوم، این هم میشه صفر. پس صفر صفرم هست. کتاب مجبور یکم سریع بگه رد بشه، ولی من میتونم توضیحش بدم. خب حالا من میخوام اینو به دست بیارم. بچه ها من میدونم که کوسینوس 2x، این نکات رو باید بلد باشیم دیگه، کوسینوس 2x میشه کوسینوس 2x منهای سینوس 2x. خب بعد حالا میام چیکار میکنیم؟ میایم میگیم خب این که خود صورت رو مینویسیم، مخرج چی میشه؟ میشه کوسینوس x منهای سینوس x در کوسینوس x به علاوه سینوس x. خب اینا با هم ساده میشن، صورت میشه 1، مخرج کوسینوس x به علاوه سینوس x، میشه کوسینوس پی 4 به علاوه سینوس پی 4. بچه دقت کنید یه نکته رو، من یه چیزی این بالا گفتم بهتون، دقت کنید بهش. من این چیزی که اینجا گفتم، گفتم x منهای 3 به سمت 0 میل میکنه، این برای غیر مثلثاتی ها همیشه صدق میکنه، ولی برای مثلثاتی ها خیر. برای مثلثاتی ها هم یه روش هایی هست که براشون صدق میکنه، ولی شما برای مثلثاتی اون موضوع رو اصلا در نظر نگیرید. اونا برای توابع غیر مثلثاتی همیشه صدق میکنه، نشونتون هم دادم. ولی برای توابع غیر مثلثاتی، الان x منهای پی 4 به سمت صفر، هیچ مفهومی برای شما توی حل این سوال نداره و اصلا x منهای پی 4 رو شما توی صورت و مخرج اصلا نمیبینید. پس حواستون باشه، نکته ای که گفتم برای توابع غیر مثلثاتی هست. خب پس اینجا کوسینوس پی 4 که گفتم میشه رادیکال دو دوم، این هم میشه رادیکال دو دوم. پس میشه رادیکال دو دوم به علاوه رادیکال دو دوم، میشه دو رادیکال دو دوم، با هم ساده میشن میشه یک، این میشه رادیکال دو، حاصل مخرج میشه رادیکال دو، میشه یک به روی رادیکال دو کلش که ضرب در رادیکال دو به رادیکال دو کنیم، مخرج میشه دو، صورت هم میشه رادیکال دو، میشه رادیکال دو دوم. پس به این هم که این چطوری به دست اومد دقت کنید. بریم صفحه بعدی. کار در کلاس میگه مقدار حد زیر را بیابید، سینوس 2x به روی 3x وقتی که x داره به سمت 0 میل میکنه. خب ببینید اینم دقیقا مثالی شبیه همون قبلی ها. اولا سینوس 2 تا 0، x به سمت 0 دیگه، به روی 3 تا 0. خب سینوس 2 تا 0 که میشه 0، سینوس 0 هم میشه صفر، سه تا صفر هم میشه صفر، صفر صفر هم مبهم هست. خب حالا باید چیکار کنیم؟ میخوایم اینو رفع ابهام کنیم. برای توابع مثلثاتی باید از روابط مثلثاتی که بلدیم استفاده کنیم. خب سینوس 2x چی میشه بچه ها؟ سینوس 2x میشه دو تا سینوس x در کوسینوس x. خب میام این رو به همین صورت مینویسیم، پس این میشه دو تا سینوس x در کوسینوس x. اما توی
مخرج خود cx رو میذاریم. الان شما دیگه فکر کنم باید بدونید باید چی کار کنیم و حد این وقت x به سمت صفر مثبت میره. خب الان این چی میشه بچه ها؟ خب شما میتونید کوسینوس رو با c رو جدا کنید، دو تا سینوس x و x رو هم جدا کنید، سینوس x و x رو جدا کنید. پس اینو میشه به این صورت نوشت، میشه گفت حد سینوس x به روی x وقتی که x به سمت صفر مثبت میل میکنه ضرب در حد دو تا کوسینوس x به روی 3 وقتی x به سمت صفر میل میکنه. خب این چی میشه؟ این حاصل این که میدونیم چنده بچه ها؟ اینو همین چند لحظه قبل بهتون گفتم، یادتون باشه سینوس x به x و برعکسش، یعنی x به روی سینوس x، دوتاشون وقتی x به سمت صفر میل میکنه، حالا چه صفر مثبت چه صفر منفی، حاصل این میشه 1 و اینکه 1ه. اینو یاد بگیره اگه خواسته اصلا حفظش کنید، ولی خب کتاب مفهومی توضیح داده. حد دو تا کوسینوس x به روی 3 وقتی x به سمت صفر مثبت هم بلدی دیگه، کوسینوس 0 میشه چی؟ میشه پس این میشه 1 ضرب در اینم میشه 2 تا کوسینوس 0 میشه 1 به روی 3، 2 ضرب در 1 به روی 3. حواستون باشه کوسینوس 0 مساوی چند؟ مساوی 1 هست. x به سمت 0 به جای x 0 بذارید میشه 1، 2 1 2 تا به روی 3، پس میشه 1 ضرب در 2 سوم که میشه 2 سوم. حاصل این شد 1، حاصل این هم شد چقدر؟ 2 سوم. چنین مثالایی رو خوب به خاطر بسپرید بچه ها. مثالایی که این عبارت توش ظاهر میشه خیلی مورد توجه طراحان محترم کنکور هست. خب مثال بعدی رو دقت کنید، میگه مقدار حد رادیکالی که به علاوه x منهای 1 به روی x را بیابید. من اینو براتون اول حل میکنم و بعد میریم سراغ روش کتاب. حد رادیکالی که به علاوه x منهای 1 به روی x، خب اینا در مزدوج صورت، یعنی رادیکالی که به اضافه x به علاوه 1 به روی رادیکالی که به اضافه x به علاوه 1 ضرب میکنم. خب x به سمت صفر، این صفر صفر رو مثلی میشه رادیکالی که منهای 1، x که صفر دیگه، میشه رادیکالی که منهای 1 میشه صفر، صورت مخرجم که صفر، صفر صفر هم هست. حالا که صفر صفر رو برای اینکه حاصلش رو به دست بیاریم میایم در مزدوج صورت ضرب میکنیم. خب صورت اولی به توان دو رادیکالی که به علاوه x به توان دو، خب میشه x به علاوه 1، منهای دومی منهای 1 به توان دو هم که میشه 1 بروی مخرج، میشه x ضرب در این عبارت رادیکال x به علاوه 1 به علاوه 1. خب نگاه کنین که اینا یک منهای یک میشه صفر، این x با این x خط میخوره، اینم در واقع حد هست وقتی x به سمت صفر. خب به جای x صفر بذارید، پس این که شد 1، توی مخرج هم اینجا میشه 1، این میشه 1 رادیکال صفر به علاوه 1 که میشه رادیکال 1، 1 به علاوه 1 هم میشه 2، پس شد 1 دوم. حاصل این حده اگر از روش قبلی که همون اولین روش که دومین قسمتی که خوندیم ما رادیکالا بود دیگه، اگر از اون استفاده کنیم میشه 1/2. چرا من اینو گفتم؟ خواستم بگم این همون 1/2 است. الان نگاه کنید اینجا کتاب اومده از یه روش دیگه استفاده کرده. حالا نگاه کنیم، میگه قرار میدهیم تیم مساوی رادیکالی که به علاوه x، خب به جای این رادیکالی که به علاوه x تغییر متغیر داده، رادیکال رو مساوی t قرار داده. خب به توان دو برسونید، t به توان دو میشه 1 به علاوه x دیگه، مشکلی که با این نداریم. 1 رو ببرید اونور، t2 منهای 1 مساوی x، یا میتونیم بگیم x میشه t2 منهای 1، مشکلی که کسی با این نداره، x میشه t2 منهای 1. پس هر به جای این x من میذارم چی؟ t2 منهای 1. صورتمون این دلان t میشه t منهای 1، مخرجم که x، x میشه t2 منهای 1. خب پس اگر x به 0 نزدیک شود t به 1 نزدیک میشود، معلومه دیگه، چون t هستین x رو بذارید 0، t میشه رادیکال 1 میشه 1. t
تی به یک نزدیک میشه، داریم x مساوی تی دو منا یک. چطوری؟ اینطوری براتون حساب کردم. اومدیم دو طرف رو توان دو دادیم، این رادیکالش از بین رفت، این شد تی دو، یک آوردیم اونور، x میشه تی دو منا یک. خب پس میام جایگذاری میکنیم. الان دقت کنید، خیلی حواستون باشه، مگه x به سمت صفر نمیره؟ تی به سمت چی میره؟ تی به سمت یک میره. به جای x بذارید صفر، تی میشه رادیکال یک میشه یک. پس x به سمت صفر و تی به سمت یک میره. پس ما وقتی میخوایم تغییر متغیر بدیم، میایم میگیم خب این بوده رادیکال یک به علاوه x منها یک بروی x، x به سمت صفر. ما اومدیم به جای x تی گذاشتیم، یعنی به جای x نه، به جای رادیکال یک به علاوه x تی گذاشتیم. پس اینجا هم این تغییر میکنه، x به سمت صفر میره. اینجا که دیگه بر حسب تی نوشتیم، باید بگیم تی به سمت چی میره. تی میره به سمت یک. صورت این گفتیم خود تیه، نشونتون دادم تی منهای یک میشه. مخرجم که x، x هم از تی دوی منهای یک. حالا اینو میتونیم با اتحاد مزدوج ساده کنیم، میشه تی منهای یک در تی به علاوه یک. صورت هم که تی منهای یک، اینا رو با هم ساده میکنیم، میشه اینکه یک، مخرجم به جای تی باید یک بذاریم، یک به علاوه یک میشه دو، همون یک دومی که من براتون به دست آوردم. اونجا بالا اومدیم از همون روش قبلی استفاده کردیم، اینجا اومدیم از تغییر متغیر استفاده کردیم. در مثال فوق با تغییر متغیر مناسب، حد مورد نظر را به یک حد ساده تر تبدیل کردیم و سپس حد جدید را محاسبه نمودیم. پس بعضی وقتها شما میتونید از تغییر متغیر استفاده کنید. تغییر متغیر توی ریاضیات خیلی استفاده میشه بچه ها. مثال مقدار حد 2x منهای پی بروی کوسینوس x را وقتی x به سمت پی دوم بیابید. خب x رو بدید پی دوم، دو تا پی دوم، نگاه کن، دو تا پی دوم توی صورت میشه پی، دو تا پی دوم، دو با دو ساده میشه، میشه پی. پی منهای پی میشه صفر. مخرجم کوسینوس پی دوم، کوسینوس 90 درجه چنده؟ صفر، میشه صفر صفر. پس اینو فعلا ما داریم. خب حالا چی از ما خواسته؟ گفته این حد رو به دست بیارید. ما به دست آوردیم که این صفر صفر رو. حالا میایم تغییر متغیر میدیم، میگیم آقا تی رو میذاریم x منهای پی دوم. دقت کنید، x منهای پی دوم از کجا به دست اومد؟ از اینجا. پی دوم رو ببرید اونور، x منهای پی دوم به سمت صفر میره. x منهای پی دوم رو ما تعریف کردیم تی. پس تی داره به سمت چی میره؟ تی داره به سمت صفر میل میکنه. حالا پس اگر x، x داره به سمت پی دوم میره، پس اگر x به پی دوم نزدیک شود، تی به صفر نزدیک میشود و داریم x میشه تی به علاوه پی دوم. خب دیگه واضحه، تی رو گذاشتیم، تی رو گذاشتیم x منهای پی دوم، پی دوم ببرید اونور، تی به اضافه پی دوم مساوی چی میشه؟ x میشه. پس این نکات رو در نظر بگیرید. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ دقت کنید، ما میام میگیم این میشه حد 2x منهای پی با کوسینوس x وقتی x به سمت پی دوم. حالا اومدیم اینو تغییر دادیم، تی رو گذاشتیم x منهای پی دوم. خب حالا اگر این رو من دو برابر کنم، این میشه 2x منهای پی، اینم میشه چی؟ 2t. پس حواستون باشه، این میشه 2t، یا کتاب اومده جایگذاری کرده. حواستون باشه، میتونستید سریع تر این کار رو انجام بدید. حالا کتاب اومده گفته آقا من به جای x میذارم همونطوری که گفتم t به علاوه پی دوم، اینم منهای p بروی کوسینوس چی؟ t به علاوه پی دوم. حواستون باشه، متغیر x بود الان شده t، x میرفت به سمت پی دوم، گفتم t به سمت چی میل میکنه؟ به سمت صفر. میخواید براتون اینجا یادداشتش هم بذارم، x منهای پی دوم به سمت صفر، x منهای پی دوم همون تیه، پس تی داره به سمت صفر میل میکنه. خب حالا اینو ساده کنیم، دو ضرب در تی، این میشه دو تی منهای دو ضرب در پی دوم هم میشه پی، منفی پی و این به اضافه پی با منفی پی ساده میشه، حاصلش میشه چی؟ میشه همون دو تی. مخرجم کوسینوس تی به علاوه پی دوم، یادتون باشه بچه ها،
کوسینوس تی به علاوه پی دوم چی میشه؟ کوسینوس تی به علاوه پی دوم شما یادتونه؟ اگر شما یه لحظه حالا من دایره رو خیلی کج کولم زیر دایره قشنگ میکشم. خب این زاویه نگاه کنین 90 درجه است، اینم یه تی به اضافه 90، خب تی به اضافه پی دوم. خب شما میدونید که شما وقتی که پی دوم بیاد کوسینوس باید تبدیل بشه به سینوس و توی ربع دوم کوسینوس منفیه. حواستون باشه وقتی کوسینوس این زاویه رو بخواد، چون توی ربع دوم کوسینوس منفیه، پس مقدار این برابر میشه با منفی سینوس تی. پس کوسینوس تبدیل میشه به سینوس و چون توی ربع دوم منفی میشه منفی سینوس تی. اینو شما توی فصلهای قبلی داشتید. خب پس این شد چی؟ این الان شده منفی سینوس تی و صورت هم که هست چی؟ صورت هم که هست دو تی. تی هم داره به سمت صفر میل میکنه. خب خیلی راحته دیگه، شما این منفی رو میدید به دو، منفی دو رو میارید پشت این، میشه منفی دو تا حد تی به روی سینوس تی. خب من همین چند لحظه پیش بود بهتون گفتم، گفتم حد سینوس ایکس به ایکس وقتی ایکس به سمت صفر میشه چند؟ یک. حالا سینوس تی به تی وقتی تی به سمت صفر میشه چند؟ یک. حالا اینو برعکس کنید، ها برعکسش کنید میشه چی؟ میشه این حد تی به سینوس تی وقتی تی به سمت صفر میشه چند؟ این میشه یک. همون نکته ای که بالا بهتون گفتم، گفتم میتونه برعکس هم باشه. پس میشه منفی دو ضرب در یک که میشه منفی دو. پس شما باید یه سری نکات رو کنار هم بذارید تا بتونید این رو جواب بدید. حالا بریم کار در کلاس ببینم مثلا بلدش هستم سوال یا نه، چون اینجا یه کمی ممکنه آدم گیر کنه. خب بعدش هم تمرینه، چیزی نداریم دیگه، همینه. کار در کلاس، مقدار حد زیر را بیابید. حد سینوس 2x منهای 1 به روی 4x منهای پی وقتی x به سمت پی 4. خب بچه ها نگاه کنید، ببین یه لحظه به این نگاه کنید، به اینم نگاه کنید. خب x به سمت پی 4 هست، اینجا هم دارید 4x منهای پی. ببینید اینجا دیگه تابلو باید چی کار کنید؟ پی 4 رو میبرید اونور، میگید آقا x منهای پی 4 به سمت صفر میل میکنه. x منهای پی 4 رو میذارید t، حواستون باشه این رو میذارید t، پس t داره به سمت چی میره؟ صفر میره از طرفی. پس من گفتم t رو میذاریم x منهای پی 4. حالا x چی میشه؟ منفی پی 4 میره اونور، x میشه t به اضافه پی 4. بچه ببینید، من یه هم روش روتین رو بهتون میگم هم روش تستی. روش تستیش اینه، نگاه کن اینو بیاید 4 برابر کنید، این رو اینو اگر 4 برابر کنید کل این رو شما بیاید در یه 4، این در 4، اینم در 4. خب 4 تی چی میشه؟ میشه 4 برابر x، 4 تا منفی منهای 4 تا پی 4، 4 تا پی 4 این با این خط میخوره، 4 x منهای پی میشه 4 تا تی. یعنی اصلا اینجا تابلو بود دیگه، x به سمت پی 4 میرفت، اینم 4 x منهای پی بود. پس الان این میشه 4 تی. یعنی شما سریع اینو میتونید بنویسید و کارتون رو پیش ببرید. صورت رو هم که میایید به جای ایکس میذارید چی؟ تی به علاوه پی 4 میشه 2 تا تی به علاوه پی 4. ولی خب من نمیخوام این رو برم، من کاری با مخرج ندارم، من با همون روش روتینی که کتاب گفته بهتون میگم، چون اینجا بیشتر من روش ها رو بهتون میگم دیگه، این دردسرا با خودتون، اینا رو میخواید خودتون جداگونه بشینید تمرین کنید. پس من روش های کتابی رو میگم. این میشه چی؟ این میشه حد، اولا صفر صفرم هست، پی چارم بذارید این میشه یک، دو تا میشه سینوس، حواستون باشه دو تا پی چارم، دو تا پی چارم میشه پی دوم، سینوس پی دوم یعنی سینوس 90 میشه یک، منهای اینم که یکه، پس صورت شد صفر. مخرج میشه چی؟ میشه 4 تا پی 4 که 4 با 4 ساده میشه، میشه پی منهای پی، پی منهای پی هم میشه صفر. پس این چیه؟ صفر صفرم هست، یعنی نیاز به رفع ابهام داره. بچه حواستون باشه همیشه قبل از هر کاری صفر صفرم بودن رو نشون بدید، چون ممکنه یه وقت شما بعضی وقتا بعضی سوالات رو میبینید فکر میکنید که این مبهمه، در صورتی که اصلا این مبهم
نیست، ولی اینجا مبهم هست. پس میایم این تغییر متغیره رو اعمال میکنیم، حد دو تا ببخشید سینوس دو تا تی به اضافه پی چهارم منهای یک به روی چهار تا تی به اضافه پی چهارم منهای پی. خب اینجا همونطوری که گفتم، ببین اینجا x داره میره به سمت پی چهارم، چون من تغییر متغیر دارم، اینجا چی؟ تی داره میره به سمت چی؟ تی داره میره به سمت صفر. به این نکته دقت کنید. خب صورت چی میشه؟ صورت میشه سینوس دو تی به اضافه دو تا پی چهارم میشه پی دوم منهای یک بروی مخرج میشه چی؟ چهار تا تی به اضافه چهار تا پی چهارم هم که میشه پی منهای پی. حالا اینا رو میایم ساده میکنیم، خب میشه حد این وقتی که تی داره به سمت صفر میل میکنه. خب حد سینوس دو تی به علاوه پی دوم دقیقا همون چیزی که اون بر گفتم، چون به اضافه پی دوم داره میشه، وقتی به اضافه پی دوم میشه تبدیل میشه سینوس، تبدیل میشه به کوسینوس، کوسینوس تبدیل میشه به سینوس. پس این میشه کوسینوس دو تی منهای یک بروی این هم که پی با منفی پی خط میخوره میشه چهار تی، وقتی که تی داره به سمت چی میل میکنه؟ به سمت صفر. دقت کنید عزیزان، اینجا سینوس توی ربع دوم مثبته، یعنی اگر که حالا من یکم سریع اینو بکشم، دایره مثلثاتی رو اگه در نظر بگیرید، تو دایره مثلثاتی توی ربع دوم، یعنی اگر زاویه الان باشه دو تی به علاوه پی دوم، پی دوم به اضافه دو تی، توی ربع دوم سینوس مثبته، چون این محور سینوس ها بالای محور سینوس ها قرار میگیره، پس مثبت میشه و وقتی تبدیل میکنید دیگه نیاز نیست اینو منفی کنید، خودش رو میذارید. پس این هم یه نکته درباره این که چرا سینوس دو تی به علاوه پی دوم شده کوسینوس دو تی. هر وقت پی دوم وسط بود، پی دوم با یه چیزی جمع شد، شما باید سینوس رو به کوسینوس و کوسینوس رو به سینوس تبدیل کنید، بعد با توجه به ناحیه‌ای که قرار داره علامت اون رو مشخص کنید. خب شما میدونید که کوسینوس دو تی چی میشه؟ کوسینوس دو تی میشه گفت که این میشه یک منهای دو تا سینوس دو. خب شما من سه تا فرمول هست خیلی معروفن، حالا نمیدونم قبلا هم فکر کنم چندین بار اینا رو گفتم، ببینید یاد بگیرید این رو. کوسینوس 2x میشه دو تا کوسینوس 2x منهای 1، کوسینوس 2x میشه کوسینوس 2x منهای سینوس 2x، و کوسینوس 2x میشه 1 منهای دو تا سینوس 2x. دقت کنید هر کدوم از اینا رو که بلد باشید و رابطه اینو که میدونید که سینوس 2 x به علاوه کوسینوس 2 x مساوی 1، از این هم بیایید استفاده کنید، یکی از اینا رو بلد باشید اون دو تای دیگر رو میتونید باهاش به دست بیارید. خب با توجه به این من میام از سینوس استفاده میکنم. نگاه کنید وقتی تی به سمت صفر میره و صورت یا مخرج تی هست، شما باید با سینوس ها کار کنید فقط. پس میام از این آخری استفاده میکنم، پس این میشه چی؟ حاصل میشه حد به جای کوسینوس 2 تی می نویسم 1 منهای 2 تا سینوس 2 تی، حد 1 منهای 2 تا سینوس 2 تی، 1 منهای 2 تا سینوس 2 تی، یه منهای 1 هم که اینجا داره منهای 1. این دقت کنید، این مقدار چی بود؟ این مقدار کوسینوس 2 تی بود، منهای 1 کوسینوس 2 تی ببخشید، بروی چی؟ بروی تی، وقتی تی داره به سمت صفر میل میکنه. خب این یک با این منفی یک خط میخوره، این چارتی هم هست مخرج. و الان این چی میشه بچه؟ من میتونم این رو به این صورت بنویسم، میگم این میشه حد منفی دو تا سینوس تی وقتی تی داره به سمت صفر میل میکنه ضرب در
حد، ولی علامت ضرب بذارم مسئله پیش نمیاد، ضرب داره حد سینوس تی بروی تی وقتی تی به سمت صفر میل میکنه. خب چیکار کردم؟ ببینید به جای اینکه منفی سینوس دوی تی دارم، من این میشه منفی دو تا سینوس تی در سینوس تی، درسته یا نه؟ بعد اینو باید تقسیم برای 4 هم بکنم. من منفی 2 و 4 سینوس تی رو، منفی 2 به روی 4 سینوس تی رو جدا کردم، یه سینوس تی رو اومدم گذاشتم بر روی این یکی تی. خب پس الان شما میدونید حاصل این چنده؟ این رو که میدونید حاصلش هست 1. شما این رو سعی کنید از توش در بیارید، این یک رو در بیارید، این تی به سمت صفر که مشکل ماست و این حل میکنه. این چی میشه؟ میشه منفی 2 تا سینوس صفر. سینوس صفر میشه چند؟ صفر. میشه منفی 2 ضرب در صفر که میشه صفر، صفر بروی 4 هم که میشه چند؟ صفر. پس حاصله این میشه چی؟ میشه صفر ضرب در 1 که مساوی با چند میشه؟ مساوی با 1 میشه. پس دقت کنید، ما این تغییر متغیری که دادیم منجر به سینوس تی به روی تی شد، یا برعکسش که این بالا شد، که حاصل این 1 و صفر ضرب در 1 هم میشه 1 نوشتم، میشه صفر. پس دیگه آخر مغز آدم خیلی نمیکشه، صفر ضرب در 1 میشه صفر. خب تموم شد دیگه بچه ها، موفق باشید، در پناه خداوند بزرگ و بلند مرتبه.